سلام دوستان و عزیزان در خدمتتون هستم برای فال روزانمون با هم نگاه میکنیم چه خبر هست در انرژی های پنج شنبه 24 شهریور دوستان عزیزم مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین خیلی خیلی خوش آمدین عزیز در و همچنین شما دوست خوبم که هستی در کنارم هر روز با کامنتاتون و با لایکاتون به این کانال که کانال خودتون هست کمک میکنین و از اون حمایت میکنین دوستان بریم ببینیم چه خبر است در انرژی ها و اولین انرژی که با پنجشنبه شما همراهی میکنه چه انرژی هست مشکات بسیار زیبایی دوستان اشراق افتاد اشراق مثبت افتاد دوستان پس حرف از این میزنه که انتخابی رو که باید انجام بدیم برای یک سری از عزیزان حرف از تصمیم گیری میزنه ممکنه یک سری از شما حس کنین که به چهار راهی از زندگیتون رسیدیم برهی از زندگیتون هست که راهی رو باید انتخاب کنیم و اینکه شاید در انتخاب این راه دوستان چند گانگی در درون شماست نمیدونم چه کار کنم یک حالتی که حالا وقتی که من به تو میگم تصمیمگیری چند میگی. منظور این هستش که یک مقدار سردرگم هستم در این قسمت از زندگی میدونم که باید راهی رو انجام بدم برای یک سری از شما دوستان زندگی احساسی شما معنادار خواهد شد در حال کارت اشاق بریم بالا بیایم پاییم کارت اشاق هست ممکن هستش که زندگی احساسی شما این روزایی که داره میاد دوستان معنادار باشه خب ببینیم کارت بعدی چه خبر هستم خب کارت بعدی حرف از این میزنه که حرف از سکوت میزنه هم. و پشت کارت ها نگاه میکنم بله ممکن هستش که در زندگی احساسی شما سکوتی وجود داره برای یک سری و این سکوت باعث شده که ندونم چه کار کنم و مقداری سر در گم باشم خب و به دنبال این هستین که شاید مطالعه کنم مسائل رو برای خودم روشن کنم شخصی در مقابل شما ایستادگی میکنه ممکن هست دوستان اگر در دامنه احساسی شما نباشه دوستان در دامنه های دیگه زندگیتون ببینیم باید راهی رو برین کاری رو انجام بدین ولی شاید در حال به دست آوردن اطلاعات هستیم و داریم استقامت کنه ولی یک سریاتون ممکن است که در راه تحصیلاتتون باشه که باید راهی رو انتخاب کنین یا کاری رو انجام بدین خب ببینیم کارتای دیگه چی میگن این نیست ببخشید اپ اشتباه کردم میگه برای شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین خب یک سری از شما عزیزان دارید پشت کارت ها این رو نشون میده که انگار میترسین میترسین یا اینکه واقعا چون نمیدونم چه کار کنم و این خود در رو خودم میبندم به خاطر که میخوام یک خلوتی با خودم داشته باشم و دا یک تصمیمی رو بگیرم بریم و برتون کارت بسیار زیبایی موفقیت افتاده بالاخره این مسئله رو که اینقدر شاید براش احساس سردرگامی میکردیم و یک حرکت لاک پشت وارد داشته دوستان این مسئله داره چی میشه به موفقیت با موفقیت تمام میشه و به پایان میرسه خب ببینیم کارت آخر بله یک سریاتون دوستان از این حالتی که دارین حالتون آنچنان خوب نیست یه مقدار نوستالژی گذشته رو داریم و غم یعنی نوستالژی خوب نه ببینید دوستان غم گذشته رو دارین در واقع مسئله که در گذشته بوده و غم گذشته رو دارم شاید به خاطری که مسئله که در حال حاضر باعث شده که سردرگم بشم ربطی به گذشته من داره و یک سکوتی هست یا در حال مطالعه مسئله هستم که به اون موفقیتی که باید برسم خب دوستان با هم دیگه بریم ببینیم که در دامنه کاری شما چه خبر هست او خیلی دیگه کارت سر جاش <coughs> قدرت دارن دارین میگیرین متسلط پیدا میکنین در دامن کاری یک, زم، یک احساس میکنم که دامن کاریتون بعد از یک مرحله ای که گذشتین که حالا یا در سکوتی بودین یا در تفکری بودین به حال الان دارین بعد مسائل چی میشین مسلط میشین و دارین نیرو انرژی کامل رو میگیرین که کاری رو انجام بدین حالا منتظر این هست دو تا آرکان ماژور یا تاروت کبیر در کنار هم دیگه افتاد منتظر حالا یک مسئله اگر ببینید این خط خط کاری اداری سازمانی هست دوستان قضایی ممکن هستش که در مقابل ببینید تصمیم دادگاه یا قضایی یا تصمیمی که در دامنه کاری در ارتباط با کارتون خواهیم گرفت یا کسی در ارتباط با شما خواهد گرفت دارین چیکار میکنه؟ این اعتماد به نفس رو دارین به دست میارین و قدرت اون رو دارین که چیکار کنین که بر حال کاری رو انجام بدین در این زمینه موفقیتی دستتون بیاد دارم می باز هم مطالعه میکنین مسائل دارین روشن میکنه برای یک سریاتون واقعا این روشن کردن باعث خوشبختی و خوشحالیتون میشه ممکن هستش که کاری از شما به دادگاه باشه و اینکه دارین چیکار میکنین مسائل رو روشن میکنین و پشت کارت ها حرف از این میزنه که موفقیت براتون افتاده خب ببینیم کارت بعدی کارت بعدی برای دوستان ببینید کسی در کنار شما هست ممکن هستش که وکیلی باشه ممکن هستش که کسی باشه که کمکتون کنه که شما بتونین این مسئله دادگاهی رو به خوبی جلو ببریم و برای شما به حاجت رسیدن این پشت افتاده از جانب دیگه دوستان میتونم بهتون بگم اگر مسئله به طور کلی قضایی یا سازمانی اداری نباشه دوستان در دامنه کاری شما دارن میدن به دنبال حال اطلاعات جدید هستین قدرت میگیرین و اینکه تصمیم میگیرین که کاری رو انجام بدین دست به عمل بزنین و ببین دوتا کارت ها دوتا شیر در این دوتا کارت ها هستن یعنی که دیگه نمیترسم با ترس های خودتون مدارا میکنین در دامنه خب بریم ببینیم کارت های مالی رو با هم دیگه باز هم در دامنه دامنه مالی دارم میم دست به کارهای مختلف دارین میزنین دوستان و قدرت میگیرین اون هم تسلط بر دامنه مالیتون شاید مسائل مالی دور براتون خرج زیاد باشه و دارم میبینم که خیلی سریع و سر داره مسائل جلو میره مسائل جلو میرن و شما قدرت کافی رو دارین که باشون مواجه بشین ولی اکثریاتون دوستان میترسن که دید درستی از روی مسائل مالیتون نداشته باشین خب و اینکه گم و هستین مقداری با اینکه قدرت گرفتیم ولی گم و اینجا افتاده انگار که نمیخواین اشتباه کنین در واقع وقتی که کارت قدرت قبلش افتاده بود و اینجا شتاب مسائل دور بر شما نمیخواین اشتباه انتخاب غلطی در دامنه مالی انجام بدین و اینکه دارم میگم استقامت میکنین و محتاطانه و با برنامه جلو میرین در دامنه مالی خب ببینید فکر میکنین دیگه با آخر یک دوره سخت رسیدین و ب... و اینکه پیروزی از آن شما هستش دوستان دارم میبینم اینجا در دامن مالی شروعی دوباره شروعی زیبا براتون افتاده بعد از مب... یه مسئله‌ای که شاید توی زندگی مالیتون فرو ریخته بوده دوستان شفای دامنه مالیتون براتون افتاده و اینجا دارم میبینم که برای اون داریم خیلی زحمت میکشین دوستان دیدم اینجا نمیخواین اشتباه کنین مسائل رو روشن میکنین و برش زحمت میکشین و قدرتی رو که از دست دادین در دامنه مالی به دست خواهین آورد دوستان خب ببینیم که در دامنه احساسی شما چه خبر هست فراموش کن و یاد بگیر یک سری از شما دوستان خودتون رو از گذشته دارین فرام رها میکنین و مسائل سخت رو فراموش میکنین من همیشه میگم نبخشین ولی فراموش کنین برای که بخشیدن وقتی که آدم فراموش نکنه فایده ای نداره اعتماد میکنم و اینکه تفاوت ها ببین دوستان من فکر میکنم که یک سری از شما از تفاوت هایی که در بین شما و شخص احساسیتون در گذشته بوده درس آموخته و الان یک مقداری خودتون رو رها دارین میکنین و به زندگی دارین اعتماد میکنین در واقع در دامنه احساسیتون برای سریاتون دوستان من فکر میکنم که به سمت شخصی گرایش دارین که با اون تفاوت های فاحش شاید سنتی خانوادگی و فامیلی داشته باشین باشون و بریم ببینیم که از هر چه بگذریم سخن قطب مؤنث خوشتر است دوستان قطب مؤنث و نه جنس مؤنث عزیزانی که مسائل احساسی برشون مهم هستش ببینیم چه خبر است در انرژی شما شخصی هست که میگه که من متمرکز هستم و همه مسائل رو بررسی میکنم من نتیجه میگیرم شخصی هست که احساس زیبایی میکنه پس ببینید قطب معنیس متمرکز هست اینجا و دارم میبینم منطقی عمل میکنه اینجا به خودش داره میرسه و احساس زیبایی میکنه بسیار خوب و کارت بعدی هم بگه که من به تو وصل هستم و هر لحظه تو رو حس میکنم خب با اینکه حالا شاید کسی رو در سر داره در دل داره قطب مهندس و به خودش میرسه و به زندگیش رو دستش گرفته بسیار عالی و خوب آفرین بر قطب های مهندس قطب مهندس و نه جنس مهندس افرادی که مسائل احساسی و مسائل معنوی براشون مهم هست و سرتیتر زندگیشون هست مادیات و اجتماعی اهمیتش کمتر هست قطب مذکر و نه جنس مذکر دوستان افرادی که مسائل مادی و وجه اجتماعی بر مهم هستش میگه من خیلی کار دارم که بخوام به تو فکر کنم در حال حاضر گموگیچ هستم بندی خدا گموگیچ زاده هستش دو مرتبه رفت حلقه خرید بچه ها دوستان توجه کنید میگه که من دوست دارم که به سمت تو متحد بشم و دوست دارم زندگیم رو با تو بسازم خب از جانبی فرار میکنم گمگی جمع نمیدم تو کی هستی از جانبی رفتم حلقه خریدم تو جیبم انداختم که بندازمش دیگه سطح زباله چند روز دیگه یا بفروشمش خرج خرج چیز دیگه بکنم و جانب دیگه میگه آماده من آماده هستم میام به سمت تو و اینکه میخوام بسام با تو متحد بشم دو بار حرف از تعهد قطب مذاکر میزنه یه سری از قطبهای مذاکر با اینکه دور و شاید مسائل زیاد هست از نظر کاری از نظر از نظر مادی شخص احساسیشون الان برشون حرف اول رو داره مین و آماده این هستن که دست به عمل بزنن و کاری رو انجام بدن خب عزیزان از هر چه بگذریم سخن بریم <applause> بریم در گذشتگان احساسیتون چی بهتون میگن عزیزانی که در جدایی هستیم ببینیم با همدیگه شخص احساسی شما در ارتباط با شما چه انرژی داره این شخص میگه که من اون قسمت دوم تو نیمه گمشده تو هستم میدونم که تو برای من کی هستی؟ من برای تو کی هستم؟ تو اون قسمت برابر من هستی و نیمه گم شده من تو چوله دو من هستی من و تو آفریده شده ایم که با هم باشیم و با هم خواهیم بود خب خدا از ذهنش بشنوه و ما بریم ببینیم که عزیزانی که نیتی داریم ببینیم فرشتگان چه پیامی برای شما دوستان دارن ببینیم عزیزانی که نیت داریم ببینیم پیام فرشتگان ببینیم پیام فرشتگان برای شما دوستان چه هستش دو تا کارت براتون افتاد دوستان یکی مهربانی به میگه که به احساسات و خواسته های درونی خودت گوش کن یک نفر احتیاج به عشق داره تنها یک تفکر عاشقانه برای این شخص کافی هستش ادای و فرشته آبی من آرکانش میکائیل در کنار تو هستم همیشه در دور تو هستم و از تو محافظت میکنم فراموش نکن هر دفعه که تو میترسی بدون که من دوستت دارم و همه چیز روبه رو به راه هست و ببینیم عزیزان از دست رفته دوستان چه پیامی براتون دارم همدیگر رو دیدن الان میدونم میدونم که من و تو یک روزی همدیگر رو خواهیم دید وقتی که معمولیت زندگی تو تمام خواهد شد مثل دقیقا مثل من من در کنار تو این روز حضور خواهم داشت اینجا در بر روی زمین بهترین کاری که از دستت برمیاد انجام بده و از خودت یک شخص بهتر بساز من از تو و از خانوادت محافظت میکنم روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه دوستان من متوجه شدم که خلاصه از کارت ها رو براتون نخوندم پس خلاصه از فال شما رو براتون میخونم دوستان عزیزان در مقابل یک سکوت در مقابل مسئله که خیلی وقت هست که منتظرش هستیم و به خاطر اون شاید غم و غصه زیاد خوردین دارم میبینم که مطالعه میکنین و برای اینکه چی برای که یک مقدار شک و تردید ها رو از خودتون دور کنین و دلنگرانی ها رو از خودتون دور کنین عزیزان دل براتون موفقیت میبینم در این دامنه و به پایان رسیدن این دوره ای که در اون هستیم و سخت بوده در دامنه کاری دوستان دارم میبینم که قدرتمند دارین میشین برای یک سری اگر اداری سازمانی قضایی هستش تصمیمی گرفته خواهد شد و دارم میبینم که در مورد تصمیم گیری که باید انجام بشه و عدالتی که در حق شما به وجود بیاد دوستان مسئولیت پذیر هستین و نمی ترسین تسلط کامل رو دارین و هر کاری که برای موفقیت خودتون بشه از دستتون بر انجام میدین برای دوستانی که در دامنه مالی دارن میبینم که دور شاید مسائل مالی خرج را زیاد ریخته باشه مسائل شتاب پیدا میکنن نمیخواین اشتباه کنین در دامنه مادی دست به یک مسئله دارین میزنین شروع این دارین انجام میدین که در دامنه مادی یک شفایی برای شما باشه حالتونم بهتر بشه در دامن مادی و دارم می‌بینم که برای اون تلاش زیاد میکنین مبارزه زیاد میکنین یک سریاتو ممکن هم هست درگیری هایی رو داشته باشین در دامن احساسی دوستان یک چیزهایی رو از گذشته میبخشین فراموش میکنین خودتون رو دارین رها میکنین دوستان دارم میبینم اینجا که اعتماد میکنین و اینکه که تفاوتهای خودتون رو با دیگران رو دیگه انان بهتر میبینین و چشمتون رو باز کردین خب دوستان عزیزان این فال شما بود امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار دوستان